بزرگتر شدن نسل به نسل گوشی تلفن همراه هر چقدر که خوبی داشته باشه یه بدی بزرگ داشته و اونم ایجاد مشکل توی استفاده های تک دستیه. شما قطعا توی گوشیتون به این مشکل برخوردید و واسه استفاده از اون اپلیکیشن ها و آیکون هایی که اون بالا هست چالش داشتید، اما این چالش و این مشکل قرار توی این ویدیو حل بشه. رفقا سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از اپ کاربردی. توی این ویدیو میخوام در مورد استفاده تک دستی از گوشی موبایل صحبت بکنم. تمام ترفندهایی که وجود داره در این مورد رو میخوام بهتون بگم، چه واسه گوشی آیفون چه واسه گوشی اندروید. تا آخر این ویدیو رو ببینید، به صورت تک دستی از گوشیتون استفاده کنید، حالش رو ببرید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر آیفون دارید نصفه دوم ویدیو رو ببینید، اون پایین ویدیو هم تایم استمپ براتون گذاشتم، سریع میتونید برید پیداش بکنید، وقت خودتون رو اینجا هدر ندید. اول واسه اندروید میخوام بهتون بگم و بعد واسه آیفون. بریم سراغ اندروید. اولین قابلیتی که میخوام در مورد استفاده تک دستی از گوشی اندروید بهش اشاره بکنم در مورد پنل نوتیفیکیشن هاست، که شما اگر بخواید رو بکشین پایین حتما باید از اون بالا بکشید، اما تنظیماتی وجود داره که نیاز نیست برید اون بالا، از همین وسط صفحه هم میتونید این کارو انجام بدید. تنظیماتش کجاست؟ وارد تنظیمات گوشی اندرویدی خودتون بشید، برید پایین توی قسمت هوم اسکرین، یکم که بیاین پایین‌تر اونجا یه گزینه هست نوشته سوایپ داون فور نوتیفیکیشن پنل، که اگر اینو روشنش بکنید از هر جای صفحه میتونید پنل نوتیف ها رو بدید پایین، نیازی نیست انگشتتون رو بیارید اون بالای بالا، حتما از همه جای صفحه میتونید این کارو انجام بدید. به این سراغ تنظیمات بعدی که اصلا واسه همین کار ساخته شده، یعنی گوشی اندرویدی قابلیت توی تنظیمات قرار داده واسهتون به اسم وان هندد مود یا استفاده تک دستی، که دقیقا واسه استفاده تک دستیه. وارد تنظیمات گوشی سامسونگ و اندرویدی خودتون بشید، واسه شیائومی تفاوتی داره بهتون میگم. برید پایین‌تر توی گوشی سامسونگ، وارد قسمت ادوانس فیچرز بشید. توی گوشی شیائومی باید برید توی قسمت ادیشنال سیتینگ، وارد این قسمت بشید و بیاین پایین‌تر یه گزینه وان هندد مود هست که باید روشنش بکنید. بعد که روشنش کردید واردش بشید، اونجا یه سری آپشن ها هست که میتونید تنظیم بکنید. مثلا توی گوشی سامسونگ جستچر و باتن داره که برای فعال کردنش مثلا بخواید با جستچر فعالش بکنید یا با باتن یا با اون دکمه که پایین هست، و روش فعال کردنش هم توی پیشنمایش اون بالا بهتون نشون میده. تو کل گوشه اندرویدی به همین شکله. اینو که فعالش بکنید میتونید از قابلیت وان هندد مود هم استفاده بکنید. صفحه کوچیک میشه، یه گوشه پایین سمت راست یا پایین سمت چپ بنا به اینکه حالا راست دست هستید یا چپ دست قرار میگیره، خودتون میتونید تنظیم بکنید چپ یا راست بودنشو. سایز اون صفحه کلی که تشکیل میشه رو هم خودتون میتونید تغییر بدید، که مثلا اگه دستای بزرگتری دارید از سایز بزرگتر استفاده بکنید، خیلی هم صفحه نمایشتون کوچیک نشه. و در نهایت اگر خواستید خارج بشید، تو اون فضای خالی بالا یه تاچ بزنید از اون فضا خارج میشید و تمام صفحه دوباره میشه. از این قابلیت هم استفاده بکنید. من خودم به شخصه خیلی استفاده میکنم. تو این گوشی سامسونگ خودم گلکسی 34 من 6.7 اینچ تقریبا فکر میکنم، و واقعا عذاب میکشم واسه استفاده تک دستی. این قابلیت وان هندد مود خیلی به درد میخوره. قابلیت بعدی واسه استفاده تک دستی مربوط به کیبورد، اما قبلش حتما ازتون خواهش میکنم ویدیو رو لایک بکنید و سابسکرایب هم بکنید، پایین سمت راست ویدیو سابسکرایب بزنید، عضو کانال ما بشید. تمام این آپشنایی هم که توی گوشی اندرویدی میگم مشابهش رو واسه آیفون هم میگم، اینو اول ویدیو هم گفتم، واسه آیفون هم حتما انتهای ویدیو در مورد صحبت میکنیم. بریم سراغ کیبورد. اونجا هم یه ترفند باحال، تنظیمات باحال واسه استفاده تک دستی هست. کیبورد رو که باز بکنید اون بالا یه سه نقطه داره، اونو بزنید، توی اون گزینه‌ای که میاد وان هند کیبورد رو میبینید. اون اگر بزنید میبینید که کیبورد دقیقاً کوچیک میشه دیگه، یا سمت راست یا سمت چپ قرار میگیره، که باز خودتون میتونید تنظیمش بکنید. مثلا من راست دست هستم، با گوشی با دست راستم گوشی رو میگیرم و وقتی میخوام اینجا چت بکنم کیبورد رو کوچیک‌تر میکنم، سمت راست پایین سمت راست قرارش میدم. تمام حروفم هست، همه چیز کیبورد مثل همیشه هست، من فقط کوچیک‌تره. خیلی راحت‌تر از این کیبورد تو این حالت میتونید استفاده بکنید. یه تنظیمات هم به عنوان مورد آخر توی گوشه اندرویدی بهتون بگم به دردتون میخوره. وارد تنظیمات بشید، برید توی قسمت ادوانس فیچرز و وارد قسمت موشن اند جستچر بشید. اینجا دو تا گزینه هست نوشته دابل تپ تو ترن اون اسکرین و دابل تپ تو ترن آف اسکرین. این دو تا رو حتما روشن بکنید. چیکار میکنه؟ وقتی که میخواین دیگه از گوشیتون استفاده نکنید و لاکش بکنید، به جای اینکه از این دکمه بخواید استفاده بکنید، کافیه با همین شستتون دو بار بزنید روی صفحه توی فضای خالی و لاک میشه. واسه روشن کردنش هم دوباره دو بار میزنید روی صفحه و روشن میشه. این واسه استفاده تک دستی خوبه، واسه ریچابیلیتی کلا
آپشن مناسبیه. دیگه هم نیاز نیست از این دکمه پاور استفاده بکنید. یه وقتایی هم گوشی از کلا روی زمینه یا روی میزه و شما دیگه نمیخواین اینجوری بکنید یا با این شستتون بزنید، کافیه همینطوری دوباره روی صفحه تب بکنید و اسکرینش روشن میشه. تنظیمات گوشی اندرویدی واسه استفاده تک دستی تموم شد، اما در آخر یه نکته میخوام بهتون بگم. این نکته واسه آیفون بود که میخواستم تو بخش آیفون بگم، اما توی اندروید هم میشه اینجا میگم استفاده بکنید. من خودم از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده میکنم، مثلا اپلیکیشن‌های پرکاربرد دیگه هم هست در کنار شبکه‌های اجتماعی که استفاده زیاد ازشون دارم. همه این اپلیکیشن‌ها رو اینجا آوردم توی منوی ثابت، یه گروه تشکیل دادم که خیلی راحت هم اینجا زیر شستم دقیقاً وارد میشم و اپلیکیشن دلخواهمو از اینجا میارم. دیگه نیازی نیست بیام توی منو و حالا دنبال اون اپلیکیشن بگردم، یا مثلا بعضی از این اپلیکیشن ها توی منو بالا قرار میگیره که خب کلا کارو دشوار میکنه دیگه. خیلی راحت همه رو تبدیل بکنید به یه گروپ و بیادش پایین، تو منوی ثابت هم قرارش بدید. یعنی اینو من هر چقدر اسکرول بکنم اون پایینه اون منوی سر جاشه، خیلی سریع میتونم واردش بشم. این نکته رو توی آیفونم در ادامه بهتون میگم. بریم سراغ گوشی آیفون. ترفندها و تنظیمات استفاده تک دستی توی گوشی آیفون رو بهتون بگم. قبلش حتما ویدیو رو به لایک و کامنت های خودتون مزین بکنید و لطفا سابسکرایب هم بکنید اگر تا الان نکردید. اولین راهکاری که واسهتون دارم اینه که برید آیفون 12 مینی یا 13 مینی بگیرید. گوشی کوچیکی هستن، خوش دستن، 5.45 اینچن نهایتاً، مثل گوشی خودم که تقریبا هیچ مشکلی با این قضیه ندارم. ولی خب البته این یه شوخی بود، چون آیفون 12 و 13 مینی اولا که اصلا گیر نمیان فکر میکنم دیگه، و اینکه منطقی نیست دیگه مثلا یه نفر آیفون 14 پرو مکس خودش رو بفروشه بره 12 مینی بگیره واسه این کار. اما بریم سراغ ترفندهای اصلی. ترفند اول در مورد ریچابیلیتیه. یه گزینه توی گوشی آیفون هست که شما میتونید صفحه رو بیارید پایین، مشابه همون وان هندد مود گوشی سامسونگ که بهتون گفتم. برید توی تنظیمات گوشی آیفونتون اون بالا ریچابیلیتی رو سرچش بکنید، یا میتونید برید توی قسمت اکسسیبیلیتی و برید توی قسمت تاچ. ریچابیلیتی اینجاست، گزینه دومه که اگر روشنش بکنید میتونید اون پایین صفحه، پایین اسکرین آیفون رو به سمت پایین بکشید و میبینید که صفحه کوچیک میشه، نصف میشه دقیقاً، میاد پایین و شما به اون آیکونای بالایی، اپلیکیشنای بالایی دسترسی دارید. کنترل سنتر رو هم از همین طریق راحت‌تر میتونید بدید پایین. البته واسه این کنترل سنتر یه راهکار بهتر در ادامه بهتون میگم، اما به هر حال از این طریق هم شما میتونید خیلی راحت‌تر به کنترل سنتر دسترسی داشته باشید. تنظیمات بعدی در مورد کیبورد، مشابه همون اتفاقی که توی گوشه اندروید داشتیم اینجا توی گوشه آیفون هم هست. وارد کیبورد بشید و اون کره شبیه لوگوی اینترنت اون پایین کره رو بگیرید، میبینید که یه منو باز میشه که سه تا کیبورد اون پایینه، اون دوتا کیبورد چپی و راستیه، واسه همین وان هندد موده که شما اگر دستتون رو بیاید روی کیبورد سمت راست مثلا میبینید که کیبورد کوچیک میشه میاد سمت راست قرار میگیره، که باز حالا خودتون میتونید جهتش رو عوض بکنید، سمت چپ هم قرارش بدید. اگر که گوشی بزرگ دارید، آیفونای مثلا مدلای پرو و پرو مکس دارید، قطعا این ترفنده به کارتون میاد. من خودم توی گوشی خودم چون خیلی بزرگ نیست این مشکل رو ندارم، اما توی گوشی بزرگتر خیلی به کار میاد. استفاده بکنید و این ویدیو رو حتما بفرستید واسه کاربرایی که با این مشکل مواجه هستن، گوشی بزرگ دارن. بریم سراغ ترفند بعد، همون کنترل سنتری که ابتر بهش اشاره کردم. این کنترل سنتر که از بالای آیفون میاد پایین، که حالا توی آیفون های ایکس به بعد از بالا می اومد همیشه، این دو تا قابلیت وجود داره که شما میتونید تنظیمش بکنید که نیاز نباشه از این بالا تاچ بزنید بیاد پایین. این دو تا قابلیت یکیش بکتبه، یکیش هم استفاده از اسیستیو تاچه. خیلی سریع بیاین توی تنظیمات این دوتا رو بهتون بگم. وارد تنظیمات بشید، توی همون قسمت اکسسیبیلیتی و تاچ بیاین پایین پایین، میرسید به بکتب. اونجا دو تا گزینه هست به اسم دابل تپ و تریپل تپ که شما به اختیار خودتون هر کدوم دوست داشتید میتونید تنظیم بکنید روی کنترل سنتر، که اگر دو بار یا سه بار پشت گوشی تپ بزنید کنترل سنتر باز میشه. من خودم روی دابل تپ تنظیم کردم که دو بار پشت گوشی ضربه میزنم کنترل سنتر به این شکل باز میشه. تو همون صفحه تنظیماتی که ریچابیلیتی بود، اینجا یه گزینه دیگه هم هست بالا، اسیستیو تاچ هست، که اگر واردش بشید سه تا گزینه مشابه اونجا هست وسط صفحه، سینگل تپ، دابل تپ و لانگ پرس. کاری به سینگل تپش که نداریم. توی دابل تپ و لانگ پرس هم باز همون حالت هست، یعنی شما میتونید این گزینه‌ها رو تنظیم بکنید روی کنترل سنتر. اینجا این اسیستیو تاچ منه، من تنظیمش کردم روی دابل تپ
عصب که وقتی دو بار اینو میزنم کنترل سنتر باز میشه. از این تنظیمات هم میتونید استفاده بکنید، نیاز نباشه شستتون رو بکشید بالا و از اون بالا کنترل سنتر رو بدید پایین. و اما دو تا نکته باقی مونده توی گوشی آیفون بهتون بگم. یکیش همون چینش اپلیکیشن هاست که توی قسمت اندروید هم بهش اشاره کردم. بازم من تمام اپلیکیشنایی که زیاد بهش نیاز دارم رو اینجا تبدیل کردم به یه گروه. این پایین زیر شست خودمه و توی منوی ثابت هم قرار داره، یعنی من هر چقدر این منوها رو جابجا بکنم این منوی هستش، هر لحظه که خواستم میتونم وارد اپلیکیشنایی بشم که نیاز دارم که زیاد ازشون استفاده میکنم. دیگه هم نیاز نیست توی منو بگردم یا از اون آیکونای بالا استفاده بکنم. مورد بعد حالت بک توی گوشی آیفونه. مثلا توی تنظیمات چند تا مرحله اومدیم جلو و این بک زدنه، خب اون آیکون بک، دکمه بک بالا سمت چپ توی گوشه آیفون و واسه یه نفر که راست دسته این شست رو باید تو قطر آیفون حرکت بده بره بالا، اما واسه این کار خب نیازی نیست این کار رو انجام بدید. خیلی راحت از چپ به راست توی گوشه آیفون روی صفحه شستتون رو بکشید بک میزنید، به همین راحتی میبینید توی صفحه قبل. احتمالاً البته زیاد استفاده میکنید چون یه چیز تقریبا بدیهیه، ولی خب گفتم بگم واسه استفاده تک دستی خیلی به کار میاد. خب نکات و ترفنده و تنظیمات تموم شد، امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما ویدیو رو لایک بکنید و سابسکرایب هم بکنید، بفرستید واسه رفیقاتون که گوشی بزرگ دارن. و در آخر اگر که آیفون دارید این ویدیو رو ببینید، اگر اندروید دارید این ویدیو رو ببینید. مرسی از توجهتون.